پس از آنکه در روز دوشنبه دادگاهی در روسیه میخائیل خودورکوفسکی را مجرم شناخت، موج واکنش‌های داخلی و خارجی نسبت به نحوه رسیدگی به اتهامات میلیاردر سابق روسیه آغاز شد. رأی دادگاه میخائیل خودورکوفسکی و شریکش پلاتون لبدوف را به اتهام دزدی و فروش نفت و میلیاردها دلار پولشویی مجرم شناخته است. بر این اساس 6 سال دیگر زندان در انتظار اوست. حکم دادگاه دیروز اعتراضات را نه تنها در روسیه بلکه در سطح بین‌المللی نیز برانگیخت. اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا ضمن گزینشی دانستن رأی دادگاه خودورکوفسکی آن را محکوم کردند. لیبراسیون نیز اعتراضات بین‌المللی را گزارش کرده است. در نیویورک شمار بسیاری از مردم در اعتراض به حکم دادگاه تجمع کردند. پسر میخائیل خودورکوفسکی که در بین این جمعیت بود گفت: پدرم بیگناه بوده و تنها قربانی انگیزه‌های سیاسی و انتقام شخصی ولادیمیر پوتین است. روز دوشنبه همزمان با برگزاری دادگاه مدیر سابق یوکاس در روسیه، طرفداران او در مقابل دادگاه دست به تجمع اعتراض‌آمیزی زدند. اعتراض کنندگان به رأی دادگاه شعارهای علیه ولادیمیر پوتین سر می دادند. با مداخله پلیس بیش از 20 نفر از معترضان بازداشت شدند.